سلام به خدایم که هرچه هست از اوست. سلام به زندگی. پروردگارا، از بابت زیباترین تکرار این دنیا که بیداری است، تو را سپاسگزارم. امروز روز سپاسگزاری از خداوند است، او که عشق را آفرید. تا یادمان باشد کسی هست برای عاشق بودن. ایمان بیاوریم به پرواز یک پرنده، به طلوع آفتاب، به تغییر یک فصل، به آواز یک پرنده، به لبخند یک رهگذر، به گرمای یک دست، به حضور یک دوست، و ایمان بیاوریم به عشق و به خدایی که همیشه با ماست. حالم خوب است چون برای همه سعادت را آرزو کردم. حالم عالی است چون فقط به تو دل بستم و می دانم اگر بخواهی از راهی می بخشی که در تصور من هم نمی گنجد. مهربان خدای من، بهترین درس ها را در زمان سختی آموختم و دانستم صبور بودن با تمام سختیش یک ایمان است و در نهایت حلاوت شیرینی دارد و خویشتنداری یک عبادت. فهمیدم ناکامی به معنای تأخیر است، نه شکست، و خندیدن یک نیایش است و انتقال حال خوب به دیگران. فهمیدم جز به تو نمیتوان امید داشت و جز با عشق به تو نمیتوان زندگی کرد. دریافتم که همه چیز فقط به دست ذات مقدس توست. پروردگارا، ما را در پناه خود قرار بده. مهربانا، هزاران شکر که در کنارمان هستی و قرار و آرام دلهای بیقرارمان. جز تو چه جوییم و جز تو که را خوانیم که همه تویی و جز تو همه هیچ. خداوندا، لحظاتمان را قرین رحمت و مهربانیت بفرما. خدایا، کمکم کن که بتوانم پنجره دلم را رو به حقیقت بگشایم. خدایا، یاریم کن که مرغ خستی دلم را که دیریست در این قفس زندانیست در آسمان آبی عشق تو پرواز دهم. خدایا، پروردگارا، یاریم کن که شوق پرواز را همیشه در خود زنده نگه دارم. خدایا، همیشه گفتم که تو را دوست دارم، حالا هم با تمام وجود فریاد می زنم. خدایا، دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت دارم. خدای مهربانم، دلم را به تو می سپارم تا از عمق جانم بزدایی هرچه حائل است بین من و خودت، هرچه مرا دور می کند ز تو، همه آنچه از منیت و نواقصم در من است را از من بگیر و ببخشای بر من از عشق و الطاف بی پایان خودت. چنان همیشه که بخشنده ای، مرا رها ساز از بند هرچه غیر خوبی و نیکی در وجودم است و پر کن خالی درونم را با عشق ناب الهی خود که جز این نتوانم نیک بمانم و مهر بیفشانم. خدایا، من چیزی نمی بینم. آینده پنهان است.
ولی آسودم چون تو را میبینم و تو همه چیز را. پروردگارا، امروز برای همه دوستانم عشق حقیقی، سلامتی، آرامش و نیکبختی آرزو دارم. خدایا عطا کن به آنان هر آنچه برایشان خیر است و دلشان را لبریز کن از شادی و لبانشان را با گل لبخند شکوفا کن. پروردگارا، تو گرانبهاترین دارایی من در این دنیا هستی. بگذار تا ابد در کنارت لانه کنم. ای بزرگ، ای مهربان، ای بخشاینده و ای عاشق، ای صاحب غروب زیبا، ای خالق باران رحمت، ای بخشاینده ی هر گناه و معصیت، ای رؤوف، ای قادر بی انتها، ای مطلق، ای مطلق هر چیز، ای مسلط بر هر امور، ای صاحب هر نسیم، ای نگاه دارنده ایمان ما، ای فرمانده آتش، ای فرمانده آب و خاک و باد، ای طرف نگار بی رقیب، ای معشوقه من در عشق بازی، ای گستری قدرت و جلال، ای شکافنده دو دریا، ای آن که بی اذن تو برگی از شاخ جدا نمی شود و قطره از آسمان نمی بارد، ای گم شده در هستی و محیط، ای خالق صدای زیبای بلبل، ای تمام معنی هر چه زیبایی است، ای پدیدار کننده مه و باران، ای جاری کننده رود در جنگل، ای خالق بوی خاک پس از باران، تو را به وجودت قسم، تو را به عشقی که در درون دو دل تنها قرار داده ای، تو را به لحظه ای که دلها برای شنیدن صدایت می تپند، تو را قسم به لحظه لقایت، از گناهان ما بگذر. پروردگارا، دست نیاز را به درگاه تو دراز می کنم و از کسی خواسته هایم را طلب می کنم که هیچگاه بر سرم منت نمی گذارد. آرزوهایم را به تو می گویم، به تو که همیشه دوست منی، عاشق تر از همیشه سر بر آستان ملکوتیت می گذارم و در دل دعا می کنم و از تو می خواهم که آرامش، برکت و سلامتی را برای خودم و دوستانم ارزانی داری. ای خدایی که راه ها را هموار می کنی، گره ها را باز می کنی، امید را به ناامیدان برمی گردانی، دل ها را خوشنود می کنی، چهره ها را می گشایی، گرفتاران را گشایش می بخشی، دستان ما را رها مکن. گاهی خدا آنقدر صدایت را دوست دارد که سکوت می کند تا تو بارها بگویی خدای من، خدای من. خداوندا، اگر آسمانت ابری بود، تو با قدرت مهر و محبتت رنگین کمانش باش و زیبایی خود را نمایان کن. خدایا، صدایت می کنم در لحظه های خیس نیایش، لحظه های از جنس پرستش، با تو سخن می گویم، گاه با زبان، گاه با عشق. پروردگارا، کسی که در دامان تو پناه گرفت طعم بی پناهی را نمی چشد. هر کس که مدد از تو گرفت بیاور نمی ماند. آن که به تو پیوست تنها نمی شود. خدا تنها امیدی است که وقتی همه رفتند می ماند، وقتی همه تنهایت گذاشتند محرمت می شود
وقتی همه تنبیهت کردند پناهت می شود. خدایا تو را عاشق دیدم و غریبانه عاشقت شدم. تو را بخشنده پنداشتم و گناهکار شدم. تو را وفادار دیدم و بی‌وفایی نمودم. ولی هر کجا که رفتم سرشکسته بازگشتم. تو را گرم دیدم و در سردترین لحظات به سراغت آمدم. اما تو مرا چه دیدی که همچنان بخشنده و توبه پذیر و مشتاق فرزندت ماندی؟ آتشی نمی سوزاند ابراهیم را و دریایی غرق نمی کند موسی را. مادری کودک دلبندش را به دست موجهای خروشان نیل می سپارد تا برسد به خانه فرعون تشنه به خونش. دیگری را برادرانش به چاه می اندازند، سر از خانه عزیز مصر در می آورد. مکر زلیخا زندانیش می کند، اما عاقبت بر تخت ملک می نشیند. اگر همه عالم قصد ضرر رساندن به تو را داشته باشند و خدا نخواهد، نمی توانند. او که یگانه تکیه گاه من و توست. پس به تدبیرش اعتماد کن، به حکمتش دل بسپار، به او توکل کن و به سمت او قدمی بردار تا ده قدم آمدنش به سوی خود را به تماشا بنشین. وقتی خدا از پشت دستهایش رو روی چشمانم گذاشت، از لای انگشتانش انقدر محو دیدن دنیا شدم که فراموش کردم او منتظر است تا نامش را صدا کنم. خدایا تو می دانی ما را چه می شود و ما خود نمی دانیم که ما را چه می شود. پس تو نجات ما بده، ای آن که بیان که بگویم شنیده ای. خداوندا تو تکراری ترین حضور زندگی منی و من عجیب به آغوش تو از آن سوی فاصله ها خو گرفتم. هر کسی می تواند دانه های یک سیب را بشمارد، تنها خداوند می تواند سیب های یک دانه را بشمارد. خدای من خدایی است که اگر سرش فریاد کشیدم، به جای این که با مشت به دهانم بزند، با انگشتان مهربانش نوازشم می کند و می گوید می دانم جز من کسی را نداری. خدایا می دانم خالی از تقصیر نیستم، اما می خواهم از این که مرا در هر حال دوست داری سپاسگزاری کنم. من خدایی دارم که در این نزدیکی است، نه در آن بالاها. مهربان، خوب، قشنگ، چهرهش نورانی است. گاه گاهی سخن میگوید با دل کوچک من، ساده تر از سخن ساده من. او مرا میفهمد، او مرا میخواند، او مرا می خواهد. اگر ذره بین نگاه قوی باشد، در تمام صفحه های ورق خورده زندگی اثر انگشت او دیده می شود. چه بچگانه است که فکر می کنیم همش را به تنهایی رنگ کردیم. میان آرزوی تو و معجزه خداوند دیواری است به نام اعتماد. پس اگر دوست داری به آرزویت برسی، با تمام وجود به او اعتماد کن. هیچ کودکی نگران وعده بعدی غذایش نیست، زیرا به مهربانی مادرش ایمان دارد. ای کاش ایمانی از جنس کودکانه داشته باشیم به خدا. تمام قصه های دنیا را می توان با یک جمله تحمل کرد. خدایا می دانم که می بینی.
از خدا پرسیدم چرا وقتی شادم همه با من میخندند، ولی وقتی ناراحتم کسی با من نمیگرید؟ جواب داد: شادی ها را برای جمع کردن دوست آفریدم، ولی غم را برای انتخاب بهترین دوست. فردایی وجود ندارد مگر با وجود خداوند. آرامش یعنی قایق زندگیت را دست کسی بسپاری که صاحب ساحل آرامش است. در هواپیما آرام میگیری در حالی که نمیدانی خلبان آن کیست. چگونه در زندگیت آرام نمیگیری در حالی که میدانی مدیر و مدبر آن خداوند است؟ به خدا اعتماد داشته باش. به خدا اعتماد داشته باش.